پلیس هند میگوید 74 پناهجوی روهینگیا را به دلیل زندگی غیرقانونی در ایالت شمالی اوتار پرادش دستگیر کرده است در حالی که فعالان مدنی و حقوق بشری در میانمار هند و بنگلادش برنامه جدید دولت و پلیس هند علیه آوارگان روهینگیا را سرکوب خودسرانه مردمی که از خشونت میگریزند میدانند به نظر میرسد این موج به نظر می‌رسد این موج دستگیری ها ادامه دارد پلیس هند در بیانیه اعلام کرد در مجموع در شش شهر عملیات بازداشت مهاجران غیرقانونی روهینگیا آغاز شده است دستگیر شدگان شامل 55 مرد، 14 زن و 5 کودک است که در شش منطقه اوتار پرادش پس از عبور غیرقانونی از مرز زندگی می کردند. حداقل یکی از زنان دستگیر شده باردار است. گروه کمپین ابتکار حقوق بشر روهینگیا گفت که افراد بازداشته شده پس از فراز فرار از آزار و اذیت در میانمار حدود ده سال در این منطقه زندگی می کردند. دهلی نو کنوانسیون 1951 سازمان ملل متحد برای پناهندگان را امضا نکرده که حقوق پناهندگان و وظایف دولت ها برای حمایت از آنها را مشخص می کند و همچنین قوانین داخلی برای حمایت از پناهندگان ندارد. گفتنی سازمان ملل مسلمانان روهنگیا را تحت تعقیب ترین قوم جهان خوانده است. عملیات نظامی ارتش و بوداییان افراطی میانمار در تابستان سال 2017 با حدک حرمت، شکنجه، سوزاندن مزاره و همچنین قتل مسلمانان روهینگیا در استان راخین آغاز و در نهایت به فرار حدود یک میلیون نفر از آنان به بنگلادش همراه شد.